این هفته اشاره، گوش کردن، اسپری و پرش. حدود 13 میلیون پیامک، 4 میلیون ویدیوی یوتیوب، 4 میلیون جستجو در گوگل، 97 هزار ساعت ویدیوی نتفلیکس. این مثال ها رو زدیم که ابعاد داده‌ای که سال 2018 در اینترنت جابجا شد دستتون بیاد. ببخشید، در هر دقیقه از سال 2018. در حال حاضر هر روز بیش از 2.5 اگزابایت داده تولید میشه. تک تک پیامک‌ها، عکس‌ها، ویدیوها، تبادلات مالی همه باید یک جا ذخیره بشن. بنابراین عجیب نیست که بخش قابل ملاحظه‌ای از برق مصرفی دنیا در مراکز داده یا دیتا سنترها مصرف بشه با اون همه هارد درایو و پردازشگر. شیوه هایی که داده ها رو باش ذخیره می کنیم در دراز مدت یه مشکل دیگه هم پیدا میکنه. برای مثال اینو ببینید، من آهنگ های مورد علاقه رو روی این کاست دارم، اما این نوار رو دیگه نمیتونم گوش کنم. یعنی وسیله ای الان دیگه در حال حاضر در دسترس هم نیست که بشه باهاش اینو گوش کرد. به زبون ساده فرمت ها میان و میرن. داده ای که روی نوارهای قدیمی ذخیره شده این راحتی ها قابل دسترس نیست، مگر اینکه مثل بی بی سی یک بایگانی عظیم و مجهز داشته باشید. پس از کجا معلوم چیزهایی که امروز روشون داده ذخیره می‌کنیم با فناوری فردا هم کار کنند؟ حتی یو اس بی که نسبتاً جدیده داره به مرور از روی لپتاپ‌ها هضم میشه. اما دانشمندان معتقدن که حداقل یک فرمت هست که میتونه هر دوتا مشکل رو حل کنه، یعنی هم جای کمی میگیره و داده‌ها در اندازه‌های بسیار مضحکی ریز روش جا میشن و همین که میشه همیشه خوندش. اون چیزی نیست جز این شما و این دی ان ای انسان. یک مولکول که هر اون چه اطلاعات برای ساختن ما لازمه در خودش جا داده. فرضیه دانشمندان اینه که این ساختار با دو جفت پایه متفاوت میتونه همه صفر و یک هایی رو که داده های ما رو تشکیل میدند ذخیره کنه. ولی آیا واقعا شدنیه؟ احتمالش چقدره و میشه که واقعا بشه؟ دن سیمونز رفته دنبال جواب این سوال ها. ظاهرش به نظر بی ربط میاد، ولی به نظر من موسیقیشون و هویتشون رو بیان میکنه. هارلی دیویس در استودیوش در بیرمنگام داره تابلوی میکشه که محتواش به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزیه که به چشم میاد. مغز آدم سوت میکشه وقتی فکر میکنی چقدر داده تو دنیا هست. میتونم بگم آینده جالبی در انتظارمونه. تابلوی دیویس در واقع طرح روی جلد آلبوم بسیار معروف و موفق مزنین از گروه مسیو اتک. اعضای گروه موافقت کردند که به مناسبت 20 سالگی این آلبوم آهنگ‌هاش رو روی دی ان ای ثبت کنن. دی ان ای حاوی آلبوم به چند تا اسپری رنگ اضافه شده. در نتیجه تابلویی که دیویس با اون رنگ ها میکشه هزاران نسخه از آلبوم مسیو اتک رو در خودش داره. برای اینکه بهتر بفهمیم ماجرا چیه اومدیم زوریخ سراغ یکی از پیشگامان ذخیره داده با کد ژنتیکی. And so here's the freezer. دی ان ای ها رو توی این فریزر نگه می‌داریم. خب پس معجزه اینجا اتفاق میفته. دقیقاً اینجا توی این بسته‌های بزرگ و سرد نگه می‌داریم. و دی ان ای رو می‌خرین؟ بله، دی ان ای رو می‌خریم. دکتر گراس ترانه‌های مسیو اتک رو به شکل کد دی ان ای درآورده. چند تا شرکت هستن که این کار رو می‌کنن، یعنی داده شما رو به کد ژنتیک تبدیل می‌کنن. دی ان ای رو با همون توالی کد اون آلبوم موسیقی می‌سازن. خب مثلا حروف A و C و T و G رو به ترتیب داریم و اونا 0 و 1 های داده دیجیتال رو بازسازی می‌کنن. مثلا A رو برمی‌دارن، بعد C، بعد T که مثلا میشه 0 0 1 0 یا یه همچین چیزی.
طبعا تعداد بسیار زیادی از این حروف رو پشت سر هم لازم داریم، چون یه آلبوم موسیقی خیلی بیشتر از چند تا صفر و یکه. اون چیزی که شما میخرین چه شکلیه؟ خب نشونتون میدم. It just looks like water. مثل آب میمونه. چند قطره مایع با آب توشه. ولی میدونیم توش دی ان ای هست. هر لوله حدود 1 مگابایت اطلاعات داره. کل آلبوم رو توی این لوله های کوچیک جا میدن بدون ترتیب، یعنی معلوم نیست مال اول یا آخر. هر لوله یک توالی دی ان ای کوتاه داره و هر توالی یه شماره داره که نشون میده باید در کل آلبوم کجا قرار بگیره. ما بهش قابلیت خود اصلاحی هم اضافه کردیم. بنابراین اگه موقع خوندن یا نوشتن یه واحد رو جا بندازه، داده موجود در اون واحد جای دیگه هم ذخیره میشه. در نتیجه یکم اطلاعات بیش از اونی که لازمه ذخیره میشه. پس یعنی توی این لوله در واقع یکی از آهنگ‌های آلبوم ذخیره شده. و هزینه‌اش چقدره؟ 15 مگابایت. این 15 مگابایته. هر مگابایت 1000 دلاره. میشه حدود 15000 دلار برای کل آلبوم. پول زیادیه ولی یه بار انجام بشه کافیه، چون بعد به تعداد بسیار زیاد میشه تکثیر کرد. یه مزیت مهم دی ان ای در مقایسه با فناوری‌های ذخیره‌سازی دیگه اینه که میتونیم میلیاردها کپی از داده ذخیره شده تهیه کنیم بدون هزینه. چون آنزیمی در بدن ما هست، این رو از زیست‌شناسی میدونیم که کارش کپی کردن دی ان ای. کافی اون آنزیم رو به این لوله اضافه کنیم و خودش در مقیاس انبوه از دی ان ای توی لوله کپی میکنه. دی ان ای موجود در آب در عرض حدود 1 سال از بین میره. معقول نیست این همه پول بدی یه آلبوم موسیقی به شکل دی ان ای بخری که 1 سال هم بیشتر عمر نکنه. باید راه حلی براش پیدا میکنید. نمیدونم میبینین یا نه. آها آره اونجا میبینم. تای لوله یه بخش کدر داره. توی هوا میلیاردها ذره بسیار بسیار ریز شیشه وجود داره و توی اون ذرات شیشه‌ای دی ان ای رو محصور کردیم. در واقع شیشه رو هدایت کردیم که اطراف دی ان ای رو بگیره. نتیجهش میشه این گرد کدر سفید. یعنی ظاهرش به خاطر اینکه ذرات شیشه دور دی ان ای رو گرفته فرق میکنه. دقیقاً. این کارو میکنیم که دی ان ای حفظ بشه و سالم بمونه. شبیه کاری که کهربا میکنه. یعنی کهربا جلوی از بین رفتنش رو میگیره. دقیقاً. و بالقوه میلیاردها سال میمونه. دقیقاً. البته میلیون ها سال. دی ان ای توی شیشه احتمالاً حدود 1000 سال. بنابراین آلبوم موسیقی از بین نمیره و 1000 سال دیگه هم میشه بهش گوش کرد. تا هر وقت که بشه دی ان ای رو خوند. دقیقاً. امتیاز استفاده از دی ان ای همینه. وقتی داده روی دی ان ای ذخیره بشه، میشه فرض کرد که همیشه میتونیم دی ان ای خودمون رو بخونیم. یا دست کم برامون مهمه که بتونیم بخونیم. در نتیجه دی ان ای خودمون رو هم با همین فناوری که این دی ان ای رو میخونیم خواهیم خوند. This is the plate if you like that the powder is put on. گرد رو می‌ریزن روی این صفحه و زیر میکروسکوپ نگاش می‌کنن. اگر حدود 100 هزار برابر بزرگش کنیم این ذرات توپ مانند رو می‌بینیم. هر کدومشون حدود 1000 رشته دی ان ای دارند. می‌تونیم دوباره برگردیم عقب و ببینیم روی صفحه چی بوده. چون هر یک از این ذرات که می‌بینین، این ذرات سفید 1000 رشته دی ان ای در خودش داره. These white specks is a particle with 1000 strands. چند نسخه از آلبوم این تو هست؟ یه دونه؟ نه، 1,000,000 کپی توش گذاشتیم. یعنی حتی اگه کل قوطی رو هم استفاده نکنی میتونی مطمئن باشی که یه نسخه کامل آلبوم توی چیزی که با اسپری کشیدی هست. در نتیجه نقاشی دیویس به معنای واقعی کلمه هزاران سخن داره. این اولین طرح روی جلد یه آلبومه که خود آلبوم موسیقی هم توش ذخیره شده. جالبتر این که در یه نقاشی با این ابعاد میشه تمام آلبوم ها، عکس ها، کتاب ها و صداها و تصویرهایی که در تاریخ بشر ضبط شده رو ذخیره کرد. ولی چطور میشه این داده ها رو خوند؟ قسمت سخت کار همینه. در حال حاضر این ماشین 17 ساعت طول میده تا داده ها رو بخونه. تا همین اواخر 1 هفته طول میکشید. فرض کنید دکمه پخش رو بزنین و 1 هفته یا 17 ساعت منتظر بمونین تا موسیقی شروع شه. خلاصه اینکه احتمالاً چندین سالی مونده تا دی ان ای واقعاً برای ذخیره سازی استفاده بشه، ولی هر وقت بشه خیالمون راحته که هزاران سال باقی میمونه و به فرمتی هم باقی میمونه که همیشه میتونیم بازخوانیش کنیم. میخواد دیدنی باشه، میخواد شنیدنی.
در هفته‌ای که گذشت جشن 30 سالگی شبکه جهانی وب گرفته شد و در همین حال رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام موقتاً از کار افتادند. MIT از رباتی رونمایی کرد که میتونه یک بطری یا یک اردک پلاستیکی رو با استفاده از گیره‌ای که با الهام از اوریگامی ساخته شده بلند کنه. و سازمان ملی مبارزه با جرایم در بریتانیا کارتون جدیدی نشون داد که برای کودکان 4 تا 7 ساله ساخته شده تا بهشون ایمن موندن در فضای آنلاین رو آموزش بده. علاوه بر این، در این هفته یک دستیار صوتی بدون جنسیت هم داشتیم. یک گروه متشکل از زبانشناسان، متخصصان و طراحان صدا کیو رو خلق کردند. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. و راجع به بازی هری پاتر ویزاردز یونایت جزئیات بیشتری افشا شد. این بازی واقعیت افزوده رو شرکت نیانتیک سازنده بازی پوکمون گو ساخته. بازی کننده ها باید دنبال جادوها و چیزهایی به اسم فاندبل بگردن و با دمنتورها یا همون نگهبانان زندان آزاکابان و مرگخاران مبارزه کنند. آژانس فضایی ژاپن جاکسا اعلام کرده که قرار با همکاری تویوتا در سال 2029 کاوشگری رو که به دست انسان هدایت میشه بسازه و در نهایت با متافلای آشنا بشید. یک پهپاد بالدار که شکلش از حشرات الهام گرفته کلی سر و صدا کرده. سرعت این پهپاد میتونه به نزدیک 18 کیلومتر بر ساعت برسه و با 12 دقیقه شارژ تا 8 دقیقه پرواز کنه. بسیار سبکه و خیلی راحت حرکت میکنه و میچرخه و حتی میتونه در فضای بسته هم به پرواز در بیاد. چند هفته پیش سری زدیم به آمازون سفیر، بخشی از دفتر مرکزی آمازون در سیاتل. با گروهی که ابزار تشخیص صدای الکسا رو ساختند صحبت کردیم و دیدیم که در آینده نزدیک به جز الکسا با چه چیزهایی حرف خواهیم زد. با پیشرفت فناوری قاعدتاً شیوه اصلی ارتباط ما با دستگاه ها میشه حرف زدن و در همین رابطه یکی از بیننده های کلیک این سوال رو مطرح کرده. It means technology blocking deaf people from assisting it. Because when the software talks, we can't hear it. Also, it doesn't recognize the voice. نکته واقعا مهمیه. هومپاد اپل به شکلی محدود برای ناشنوایان هم قابل استفاده است. یک گزینه استفاده از صفحه کلید داره ولی به هیچ وجه برای استفاده عادی و کامل کافی نیست. دستیار گوگل هم گزینه‌ای داره که درخواست رو روی گوشی هوشمند می‌نویسید و اون ابزار هوشمند مورد نظرتون رو کنترل می‌کنه. مدل نمایشگردار الکسا هم یک گزینه زیرنویس داره. خبر، آب و هوا و ساعت با یک کلیک فعال میشن. همه این کارها نسبتاً ساده است. به همین خاطر ابیشک سینگ تصمیم گرفته با نوشتن یک الگوریتم ساده به شرکت‌های بزرگ فناوری نشون بده چطور میشه این امکان رو فراهم کرد. دوربین حرکات دست ابیشک رو می‌بینه و تبدیلش می‌کنه به حرفی که الکسا می‌فهمه و بهش جواب میده. شیوه‌ای که طراحی کرده فقط چند واژه رو پوشش میده ولی هدف این بوده که به قول‌های فناوری ایده بده. ماه گذشته گوگل یکی دو اپلیکیشن جدید برای کاربرهای ناشنوا که از دستگاه‌های اندرویدی استفاده می‌کنن بیرون داد. لارا و مدی که در کلیک کارآموزی می‌کنه اپلیکیشن‌ها رو آزمایش کردند. من 7 ساله بودم که شنواییم رو از دست دادم. یه سال بعدش عمل کاشت حلزونی داشتم که خیلی بهم کمک کرد. ولی حتی الانم در بعضی موقعیت‌ها سخت می‌شنوم. مثلا تو رستوران شلوغ یا وسط مهمونی درست نمی‌شنوم. عمدن اومدیم توی یه کافی شاپ که سر و صدا باشه و ابزار رو در محیط واقعی امتحان کنیم. البته مدی توی محیط‌های مختلف امتحانشون کرده. اول با گوگل لایف ترانسکرایب شروع می‌کنیم. کاری که باید بکنه رو می‌کنه. خیلی سریع و ساده حرف رو به متن تبدیل می‌کنه و این کار رو به 70 زبان و لحجه می‌کنه. دقتش هم به نظر خیلی خوبه. خیلی خوبه. صحبت آدم‌ها رو خیلی خوب می‌فهمه. با یکی دو نفر که عالی کار می‌کنه. طبعاً هر چی ازش دور بشین بدتر میشه و هر چی نزدیک‌تر باشین دقیق‌تر میشه. So the underlying technology is automatic speech recognition technology. فناوری به کار رفته در این محصول تشخیص صداست.
شیوه کار همینه که انواع مختلف حرف زدن رو از صداهای ضبط شده موجود برمی‌داریم. الگوریتم رو آموزش میدیم که همه ظرایف و شرایطی که ما آدم‌ها می‌فهمیم رو بفهمه. قطعاً بی‌نقص نخواهد بود. هیچ ماشینی نمیتونه این کار رو به خوبی انسان بکنه. بنابراین با بعضی گویش‌های خاص یا اصطلاح‌های خاص مشکل خواهد داشت. گوگل یه اپلیکیشن هم ساخته که صدا رو تقویت میکنه. یه هدفون میزنین به دستگاه و اپلیکیشن صدای عناصر مختلف چیزی رو که دارین میشنوین بالا پایین میکنه. مثلا صدای زمینه رو کم میکنه ولی صدای اصلی رو که دارین گوش میکنین ثابت نگه میداره. مثلا موسیقی که دارین گوش میدین. به نظرت مفید بود؟ به نظرم جالب بود که هم موسیقی گوش میدی هم یه مقدار صدای اطراف رو هم میشنوی. میکروفون تلفن صدای محیط رو میگیره و هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بقیه کار رو انجام میدن. یعنی عناصر تشکیل دهنده صدا رو تفکیک میکنن. وقتی اجزای صدا تفکیک شد میشه مثلا صدای حرف رو برد بالا و صدای تهویه رو برد پایین. برای کسانی که مشکل شنوایی حاد دارن بیشتر به درد میخوره چون صدای اطراف رو تقویت میکنه و در موقعیت‌هایی که معذبی که خوب نمیشنوی یه مقدار اطمینان خاطر بهت میده که میتونی صدا رو یکم ببری بالا. اولش حدود نیم ساعت طول کشید که از اپلیکیشن سر در بیارم. تنظیمات مختلفش رو درست کردم چون تنظیمات اپلیکیشن میره جزء تنظیمات تلفنتون. خلاصه یکم طول کشید تا حالتی رو که برای من مناسب بود درست کردم. من به این اپلیکیشن ها میگم ارجحیت به دسترس پذیری. یعنی اینطور نیست که یه محصول موجود رو برداریم و تغییر بدیم که به درد افراد با ناتوانی جسمی هم بخوره، بلکه سعی میکنیم دنیا رو همونطور که هست برای این آدم ها قابل استفاده تر کنیم با فناوری هایی که در گوشی های هوشمند و کلاود موجوده. البته اپلیکیشن های دیگه هم برای ناشنوایان و کمشنوایان ساخته شده. یکیشون آوا 24/7 که سال 2016 به بازار اومد. اپلیکیشنیه برای تشخیص صدا و تبدیل صدا به متن در موقعیت‌هایی که چند نفر حرف میزنن، مثلا سر میز شام. همه دانلود میکنن، رو به گوشیشون حرف میزنن و نرم افزار متن حرفاشون رو همراه با اسم گوینده آماده میکنه. این سرعت و دقت اپ لایو ترانسکرایب رو نداره. اگه بخوای متن رو بخونی باید صورتت رو بگیری جلوش، ولی خیلی وقتها خودش اشتباه خودش رو تصحیح میکنه. سال 2014 که اولین سمکایی که به آیفون وصل شدن به بازار اومدن، یهو همه چی تغییر کرد. کارهای خیلی بیشتری میشد کرد به خاطر اینکه دیگه محدود به توان پردازش سمک نبودیم. پردازشگر گوشی هوشمند هم بهش اضافه شده بود. اپل سال گذشته کارکرد مشابهی به ایرپاد اضافه کرد. اسمش رو گذاشتن لایو لیسن یا شنیدن همزمان. اگه آیفون یا آیپدتون رو نزدیک صدایی که میخواین بشنوین بذارین براتون تقویتش میکنه. و حالا استارکی که از برندهای پیشرو در تولید ابزار کمکی برای شنوایی، دستیار مجازی هم به دستگاهشون اضافه کرده و حسگری که اگر شخص بیفته زمین متوجه میشه. دستگاه استارکی قبلاً امکان ترجمه همزمان و سنجش فعالیت روزانه هم داشت. قرار محصول جدید به جز ترجمه همزمان امکان ثبت فعالیت روزانه و ذخیره انبوهی از داده های متفاوت رو داشته باشه. این ابزار دائم ارتباط شما با آدم های دیگر رو رصد میکنه. در نتیجه میدونه شما چقدر فعالیت اجتماعی دارین. در این حال حسگرهایی هم داخلش هست. حسگرهای حرکتی که تحرک شما رو اندازه میگیره. تحقیقات نشون داده که کیفیت شنوایی با افول ذهنی مرتبطه. یه نکته مهم در مورد تازه ترین محصولات گوگل اینه که به رغم اینکه هنوز بی نقص نیستن ولی از توان اسلحه‌ای استفاده میکنن که قوی ترینه و اکثرمون همیشه با خودمون داریم. خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم و طبق وعده‌ای که دادم بریم سراغ جلوه‌های ویژه یک فیلم دیگه. تو سرجات باش، با تو کاری نداری. این هفته میریم سراغ شخصیت بدقواره کمی تا قسمتی خنگ محبوبمون در فیلم سولو، داستانی از جنگ ستارگان. I'm a driver and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know?
در فیلم‌های جنگ ستارگان همیشه سعی می‌کنیم تا جایی که میشه همه چی حقیقی باشه. یه کارهایی هست که نمیشه کرد. مثلا جنگنده با بال بی‌شکل نمیشه ساخت. یا دروید واقعی نمیشه ساخت. باید لباس دروید درست کنی بدی آدم بپوشه. بنابراین مثلا برای شخصیت التری در فیلم سولو، فیبی والر-بریج یه لباس یه سر سبز پوشیده که یه جاهایش از زیر وسایل دیده میشه، که بعداً اونا رو با تصویرهایی که میخواستیم جایگزین میکردیم. هدف نهایی اینه که هر جا که میشه از عناصر واقعی استفاده کنی. یه کارهایی رو واقعاً انجام بدی و بعد برای جاهایی که نمیشه واقعی ساخت از تصویرهای کامپیوتری استفاده کنی. حتی پیش از اینکه عکاسی اولیه شروع بشه، ما داشتیم برای سکانس قطار تمرین میکردیم. یعنی روی کامپیوتر اون صحنه رو به صورت انیمیشن بازسازی میکنی که بفهمی تصویرهایی که میخوای بگیری چجوری باید باشه. نتیجه این شد که رفتیم سراغ کوه دولومیت در ایتالیا. از روی زمین و از هوا با هلیکوپتر تصویر گرفتیم. یه چیزی حدود 80,000 عکس گرفتیم. بعد این عکس‌ها رو دادیم به نرم افزاری که موقعیت هر کدوم از اون عکس‌ها رو تشخیص میده. اینکه دوربین از کجا گرفته. و بعد از روی عکس‌ها و این اطلاعات یه تصویر سه‌بعدی از کل رشته کوه بهمون داد. این محصول رو تبدیل کردیم به یه شبکه هندسی سه‌بعدی و بعد همه تصویرهایی رو که گرفته بودیم منتقل کردیم روی اون شبکه. در نتیجه کل رشته کوه رو سه‌بعدی بازسازی کردیم. هدفمون این بود که همون تصویرهایی که با هلیکوپتر و دوربین گرفته بودیم بگیریم، ولی دوربین رو به کوه نزدیکتر کنیم. و اینجا بود که تصویر سه‌بعدی رشته کوه به درد خورد، به خاطر اینکه این امکان رو به ما داد که تصویری رو که می‌خوایم در مرحله بعد از فیلمبرداری بسازیم یا دوربین رو تغییر بدیم، زاویه و طرح و قاب رو عوض کنیم. بهمون آزادی عمل داد که هر کاری می‌خوایم روی فیلم انجام بدیم و نظر کارگردان رو تأمین کنیم. یکی از مشکلات صحنه‌های انفجار اینه که اگه ماکت یا مدل کوچکتر رو منفجر کنی و فیلم بگیری، تأثیر جاذبه در ابعاد کوچک خودش رو نشون میده و معلوم میشه واقعی نیست. حالا فرض کنین ما می‌خوایم انفجار در ابعاد کوه داشته باشیم. راب گفت حالا که نمیتونیم در ابعاد خیلی بزرگ بازسازی کنیم، بریم در ابعاد خیلی خیلی کوچیک، که روی یوتیوب فیلم اسلو موشن میذارن. شاید دیده باشین کارشون رو. یه چیزهایی رو داغون میکنن و با دوربین فوق اسلو موشن فیلم میگیرن. یکی از کارهایی که کرده بودن انفجار زیر آب بود. مثلا یه ترقه کوچک توی یه آکواریوم میترکوندن و با 120,000 فریم در ثانیه فیلم میگرفتن. ما هم تصمیم گرفتیم یه کاری شبیه همین بکنیم و کردیم. یه آکواریوم نسبتاً گنده برداشتیم، یه چاپ سه‌بعدی کوه رو گذاشتیم توش و منفجر کردیم و 130,000 فریم در ثانیه فیلم گرفتیم. جورهای مختلف امتحان کردیم، با ترقه های مختلف، با رنگ های مختلف و چگالی های مختلف. در کل از 164 مدل انفجار فیلم گرفتیم. حبابی که توی آب تشکیل می شد دور نسخه ای که از کوه چاپ کرده بودیم رو می گرفت و واقعاً طبیعی می شد. نکته بامزش اینه که وقتی تصویر رو نگاه میکنی فکر میکنی کوه واقعیه، انفجار جلوه تصویریه، در حالی که کاملا برعکسه. انفجار کاملا واقعیه و کوه کلن بازسازی شده با کامپیوتر. همونطور که میدونین کارگردان فیلم وسط فیلم برداری عوض شد و ران هاوارد کار رو ادامه داد. کارگردان محشریه، سعی کرد تا جایی که ممکنه مسیر تولید رو تغییر نده، همون چیزهایی رو که شروع شده بود ادامه بده و تموم کنه و این کار رو به بهترین نحو انجام داد. با این حال یه بخشایی بود که میخواست طبق سلیقه خودش بسازه که خب باعث شد فیلم برداری طولانی تر بشه. در کل فیلم برداری 2 ماه بیشتر از اون که قرار بود طول کشید، ولی تاریخ اکران تغییر نکرد. در نتیجه فرصت ما برای کارهای بعد از فیلم برداری کمتر بود. کار یه مقدار فشرده شد و در مراحل آخر یه مقدار قاطی پاتی شد. ولی با این وجود به همت همه بچه‌های تولید کار انجام شد. نه تنها انجام شد که فکر کنم ما اینجا تو لندن یکی 2 روز پیش از موعد کارمون رو تحویل دادیم.
برنامه کلیک همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشا کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستن. با ما در تماس باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و هر چیز دیگه که میخواید بگید رو در توییتر با شناسه @persianclick با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.